رامین پرچمی، بازیگر سینما، تئاتر، تلویزیون، متولد شهریور ماه 1352 که کم حاشیه نبوده. و البته می‌خوایم ببینیم که در زندگی حرفه‌ایش و البته زندگی شخصیش چی کار می‌کنه. اومدیم کافری ما و با رامین پرچمی گفتگوی کنیم ببینیم کلاً چند چنده. دوران کودکیتون چطور بود؟ از چه لحاظ چطور بود؟ کودک بودم دیگه. از هر جهت زمانی که کودک بودید چطوری گذشته؟ من دوران کودکیم رو تا در واقع دیپلم توی یک روستایی گذروندم به اسم امیرکیاسر که از توابع کیاشر هستش، لاهیجان شمال. و نمیدونم توی خونه روستایی که حیات بزرگ داشت و با مرغ و خروسا و یه پدر مادری که پدر معلم بود، مادرم خونه‌دار بود، با دو تا خواهر کوچیک‌تر از خودم و دوران مدرسه و همین دیگه. تک پسر بودی؟ تک پسر بود. بعد مثلا اونجا بیشتر بازی که تو دوران کودکی انجام میدید چی بودش؟ چطوری بودش؟ بازی خب فوتبال طبیعتاً بازی بچه‌ها اونجا اکثر هم بچه‌های شمال مثلا اون سن و سال فوتبال دیگه. بعد والیبال هم بود مثلا که همش انجام میدادم. بازی‌های دیگه هم حالا با خواهرام تو خونه بازی کنیم و نمی‌دونم خاصی خواهر یادم بیاد. فردی که مهمان این برنامه ای کامل شده از جمله بازیگرانی است که نشیب و فرازهای عجیب و غریبی داشته و خواسته یا ناخواسته در حوزه‌های مختلفی ورود داشته، از تلویزیون و سینما و کار پشتیه گرفته تا سیاست و زندان و خوانندگی و اجرا و غیره. رامین پرچمی با نقش آفرینی در یکی از پرمخاطب ترین سریال های دهه 70 یعنی در پناه تو که اولین بازی او محسوب می شد، به تعبیری ره 100 ساله را در چند هفته از پخش این سریال طی نمود و به یکی از شناخته شده ترین بازیگران آن سالهای کشورمان تبدیل شد. پس از آن با ایفای نقش در فیلم سینمایی ضیافت اثر مسعود کیمیایی، ستاره رامین پرچمی در سپهر هنر ایران بیشتر درخشید. اما زمان که جلوتر رفت، به خصوص در دهه 80، هرچند از حجم بازی‌های پرچمی کاسته نمی‌شد و میزان حضور او در آثار هنری به همان میزان حضورش در دهه 70 بود و بلکه بیشتر، اما پرچمی دیگر آن درخشش دهه 70 را نداشت. پرچمی دیگر آنچنان بر سر زبان‌ها نبود تا اینکه مجموعه اتفاقات سیاسی و قضایی در سال‌های اخیر سبب شد که در جامعه باز از پرچمی صحبت شود، اما این بار به یک شکل دیگر و با موضوعاتی متفاوت از هنر. دوربین کامنت و گپ و گفتی با رامین پرچمی. به نظر شما رامین پرچمی جز اون دسته از بازیگرایی که ظرفیت مطرح شدن و معروف شدن رو داشت یا نه؟ فکر میکنم آره. چرا نمیشه؟ خب چرا فکر میکنی نداشته باشه؟ چون یه صحبتی مطرح که رامین به مرور درگیری سر حاشیه ها شدش. حالا حاشیه هایی که تو حالا بعدا بهش بیشتر میپردازیم که باعث شد که از اون زندگی هنری خودش بیشتر فاصله بگیره و درگیری سری مسائل ها و یه سری حواشی بشه که به زندگی شما مشخصا بگین که منظورتون چیه. من از سال 87 به بعد دیگه اون اتفاقی که تو سال 92 اون بازداشتی که اتفاق افتاد همینجوری اون رابطه به این که مثلا چیز نداره، علتش مطرح شده ظرفیت من به ظرفیت من داره مثلا. همین سوالم همینه، به نظر شما علتش کم ظرفیتی بوده یا علتش مثلا مسائل دیگه ای بوده؟ مثلا یه اتفاق بوده، فکر نمی‌کنم چه رابطه ظرفیت و کم ظرفیتی یا پر ظرفیتی داشته باشه. اینکه رامین پرچمی پتانسیل اینو داشت که بیشتر مطرح بشه تو عرصه سینما، تلویزیون، تئاتر، ولی مطرح نشد. حالا این به مثلا باز ظرفیت رامین برمیگشت یا اینکه مثلا امکان داره عوامل دیگه ای دست به دست داده باشه؟ نه، اتفاقه که... فکر کنم همش برمیگرده به شانس و حالا قسمت و تقدیر و بالاخره حالا اگه مثلا اون اتفاق بازداشت من پیش نمی اومد، مسیر زندگی مثلا عوض بشه یه جور دیگه میشد. شاید مطرح خیلی امروز سوپر استار میشدم، شاید نه برعکس، اگه هیچ اتفاقی نمی افتاد و اصلا همینقدر معروفیتم هم که محبوبیت که امروز دارم نمیذاشتم، نمیدونم چی میشد. من آدم نیستم که برای آینده خودم مثلا یه جوری تعیین کنم که مثلا من میخوام این شکلی بشم، اون شکلی بشم، به اونجا برسم، اینجا برسم. نه، معمولا با اون چیزی که پیش میاد همراه میشم، زمینی که حق انتخاب من خیلی ما بازیگرها خود تلاش میکنه که پیش بیاد یه سری چیزا رو، چون معمولا تلاشم به نتیجه نرسیده نه دیگه تلاش نمیکنم پیش بیاد، ولی اون چیزی که پیش اومد و باش همراه بشم فکر کنم بهتره. تا حالا اینجوری بود. ممکنه که مثلا شما اصلا به مافیای سینما اعتقاد داری؟ مافیا نمیشه گفت، ولی خب روابط بالاخره هست دیگه طبیعتا. شما این روابط به سودت بوده یا قربانیش بودی؟
نه خیلی نه, نه, نه. اصلا نگاه من اینجوری نیست آخه، مثلا میگم حالا منو از چه میدونم سینما دور کردن یا نزدیک کردن. من یه دوره مثلا با آقای شریفی نیا توی نقش آفرینان کار میکردیم، چون مثلا من سردبیر بودم، ایشون مثلا مدیر هنری مجله بود، رابطه نزدیکی داشتیم. خب به خاطر همون رابطه نزدیک منو دو سه تا کارم مثلا بردم من بازی کردم. خیلی حالا سوء استفاده نکردم از مثلا وجود ایشون، ولی خب مثلا خیلی استفاده هم نکردم، چون چند تا کار خیلی معمولی بود که رفتم بازی کردم. و این اگه نبود مثلا این اتفاق نمیافتاد، خب شاید من اون کارا رو بازی نمیکردم، یه کار دیگه بازی میکردم. مافیا و اینا من خیلی بهش معتقد نیستم. به نظر شما نزدیک بودن یه سری افراد خاص باعث میشه که بازیگر بتونه نقشه موثرتر یا ایفا کنه؟ حتما همینطوره، طبیعیه. مثلا همین اسمی که الان شما بردید، آیه شریفی نیا، به نظرتون نزدیکی به ایشون باعث میشه که آدم خیلی بتونه کارهای تاپ تری رو درش حضور بده؟ حتما همینطوره، چون آقای شریفی نیا به هر حال با اکثر کارگران سینما در ارتباط، با خیلی از فیلمسازا کار میکنه، دفتر سینما کار میکنه، با اکثر پروژه ها در جریانش هست و انتخاب بازیگرش انجام میده. خب طبیعتا با ایشون نزدیک باشید. چرا انقدر ایشون حوزه نفوذش وسیعه؟ برای از خودشون باید بپرسید. به نظر شما برداشتتون چیه؟ من فکر کنم تلاش خودشون بوده، چون بسیار آدم پشت با پشت کار و بسیار آدم کاری هستن ایشون. یعنی من عملا میدونم که آشرمینه خواب نداره هیچ وقت، از سر صحنه فیلم بعدی میاد میاد و مثلا مجله رو صفحه بندی میکنه، سه چهار شب نمیخوابه اصلا، دوباره سر فیلم بعدی فیلم بعدی، و خودش هم خیلی دوست داره این کار کردن. خانم پرستو سالیه که در جریان هست دیگه، سه صحبت ها مطرح کرده در فساد در سینما و این بله. که باید نظرتون راجع به صحبت هایی که ایشون داشت چیه؟ من خانم نیستم، نمیدونم خانم ها نه با تجربه این که از نزدیک بالاخره در ارتباط با هستید با بازیگر، یعنی میخواید ببینید ایشون درست میگه یا نه. اصلا اینجوری به قضیه نگاه نمیکنم. این روابط حالا آزادی که حالا مد نظر ایشون بود یا نه، فکر کنم توی همه عرصه ها هست، توی پزشکا هست، توی مهندسا هست، توی کارگرا هست، توی خانم خونه دار هست، توی صنف آرایشگرا هست، تو سینما هم هست. حالا اینکه مثلا اینکه بیایم بولدش کنیم این قضیه رو، بگیم حالا فقط اینایی که مثلا دنبال فساد هستن نقش میگیرن و فلان، نه من خیلی نه طبعا نه منظورش خود شما اینه، نه منظور من اینه، نه منظور امثال خانم صالحی. منظور خانم صالحی این بودش که مثلا کسای مثلا مشخصا خانم فقیه سلطانی فکر کنم بودن، بود ما از وقتی ازدواج مثلا کردن پیشنهادها کم میشه. دقیقاً همین نکته، یک از سوالی ما همین. نمیدونم شاید میشه شد. نمیدونم چون نمیدونم زمین واقعا صاحب نظر نیست. شما خودتون برخورده که داشتید با خانمایی که ازدواج میکنن، بازیگرایی که ازدواج میکنن، به نظر شما برخورده یکسان بوده نسبت به بازیگری که ازدواج نمیکنه؟ فرقی نبود وقتی آره موقع بازی باشه. حالا خوشبختانه من کارهایی که کردم مثلا اینجوری این چیزا توش مطرح نبوده، فکر نمیکردم مثلا ایشون بازی مستر ازدواج کرده نکرده. خانم الهام حمیدی مثلا اولین کاری که بازیگر با من بود و ازدواج کرده بود اون موقع و بعد از اون مطرح شده. نمیدونم. خب لطف میکنید همین فقط. الان شما جز ممنوع تصویره یا ممنوع ورود ها؟ ممنوع ورود به چی منظور؟ کلا ممنوع تصویره. اون زمانی بودم که خب الان فکر کنم یه مدت که حل شده طبق استعلام هایی که دوستان گرفتن از هر سلاسی ما اینا، و حتی دو هفته پیش من رفتم برنامه زنده تلویزیونی شرکت کردم و مسئله حل شد. الان مشغول چه کاری هستی؟ الان یه تئاتر به اسم آنتیگون رو دارم کار میکنم که احتمالاً یک ماه دیگه اجرا خواهد رفت، و چند تا کار نمایشنامه‌خوانی هم دم دست دارم که اگه بخوام خودم انجام بدم تنبلی نکنم میتونم انجام بدم، و یه برنامه که برای سایت آپارات داریم می‌سازیم مثل حاشیه در حاشیه، مصاحبه با بازیگر است و یک جنگ مانندی در مورد حواشی که تو زندگی بازیگر اتفاق میفته. این یکی از سوالای من اتفاقا یکی از همین مسائلش مسئله همین فساد در سینما که میگه قطعا یکی از موضوعات اصلی برنامه ما خواهد. خب چی شد که موضوع اصلی برنامه شما شد نه، فساد؟ نه به عنوان حاشیه، یکی از کلا ما حاشیه ها رو میپردازیم، یکیش هم مثلا این میتونه باشه دیگه. چی باعث شد که تصمیم میگیری که تو برنامه از فساد در سینما؟ خب همین صحبتایی که هست دیگه، طبیعتا همین حرفایی که شما زدین خیلی دیگه میزنم و زیاد شده اجرایی. خب حالا تو صحبتی که داشتی یکی از سوالای منو خود به خود جواب دادی، این بحث این که آخرین کار تئاتری که داری. حالا اگه بخوای بین تئاتر و تلویزیون و سینما یکیش انتخاب کنی کدومش انتخاب می‌کنی؟ قطعا سینما، بخاطر اینکه اصلا کلا به عنوان یکی اینکه اون فراگیری تلویزیون رو نداره و این سطحی بودن اجرای تلویزیون رو نداره، و دیگر اینکه خب سینماست دیگه، کار بازیگری من کلا نسبت تئاتر بیشتر تصویر بیشتر از تئاتر دوست دارم. خب در پناه تو یه موقعیت خیلی خوبی رو برات ایجاد کرد که بتونی رشد بسیار بسیار خوبی داشته باشی. حالا الان تو صحبت داشتی که خب در پناه تو خیلی خوب دیده شد. خب این یه نکته است. یه نکته میتونه باشه که از این خوب دیده شدن تونستی خیلی خوب استفاده کنی که بهتر از در پناه تو نقش آفرینی کنی، بهتر حضور پیدا کنی یا نه؟ این استفاده کنی که دست من نبود میخوام استفاده کنم. من یک کاری رو بازی کردم به گفته خیلی آقا بازی بدم نبوده، طبیعتاً خوب بوده که آقای لبخند من انتخاب کرده، خوب بوده که کار دیده شده، خوب بوده که مثلا حالا نقش مطرح شده، و حالا اینکه بعد چه پیشنهاداتی به من بشه، حالا من چه کارهایی بکنم و چه نقشای دیگه بهم داده بشه دست کارگردان سینما بود.
خب پیشنهاد خیلی خوبی که خیلی بهتره در پنج تو بشه باشه به من نشد دوستش بخواد. و اگر مثلا چهار تا فیلم بازیگر این شرطی باشه به نظر با این چه توانی خودش نشون داده بود اتفاق دیگه دارم میگم که قرار نیست هر کس توانش نشون میده حتما مثلا فردا پیشنهاد بهتر بشه. من فکر کنم بازی در سینما تلویزیون تئاتر اصلا یک مسیریه که خیلی خیلی اتفاق و شانس توش دخیله، چه برای کسایی که میخوان وارد بشن، چه برای کسایی که هستن، چه تثبیت بشن، چه حرفه‌ایاش چه غیر حرفه‌ایاش. خیلی دست خودت نیست بجز مثلا یه معدود سوپر استارهایی که شاید به 10 نفر هم نرسه، بقیه تعیین کننده نیستن که چیکار میخوان بکنن. یه سری کار هستش که آره شانسی شاید یه سریش خوب بشه شاید بد بشه. این که مثلا یه تعدادی از بازیگرا ضمن احترام همه بازیگرا و توانایی که دارن و اکثرشون، ولی یه تعداد بسیار معدودی تو همه فیلم ها هستن تو همه جاست، اینو اتفاقی میدونید شما؟ نه دیگه برای به همون روابط دیگه تحصیلات و توانمندی هایی هم دارن که کمتر نیست حداقل، ولی دیگه دیده نمیشن. به نظر شما اینو اتفاق میگن؟ نه دیگه روابط طبیعتا اتفاق هم هست و بخشی هم به همون روابط نمیگن پشت پرده هست و جلوی پرده بنده این روابط میتونه جزء همون بخشی از همون فسادی باشه که حرفش فساد نمیدونم مثلا اینکه حالا مثلا من پایین فیلم بازی نکنم مثلا آقای رضا گلزار بازی کنه به معنی فساد نیستش. خب ایشون حالا نه میخوام بگم اون روابطی که خود شما الان داری میگی اون روابط میتونه بخشی از فساد باشه یا نه؟ نه فساد نمیتونه باشه به نظر من. منظور از فساد چیه آخه؟ اینکه خب مثلا یک نفری تو اکثر فیلم ها تو اکثر برنامه ها هستش یه نفر ولی افرادی که با همین توانمندی ها و با تحصیلات بالاتر اجازه حتما یک دلیلی داره اون کسی که داره تعداد زیاد فیلم بازی میکنه فقط یک دلیل وجود داره. حالا بازیگری داریم که تئاتر کار کرده خب تحصیلات بالا داره خوب. تلاش کرده زحمت کشیده خاک خورده پوستش کنده شده خوب. و فردی هم هستش که پوستش کنده نشده که هیچ خیلی از این رزومه ها رو هم نداره. خب چرا اون فردی که رزومه ها نداره انتخاب میشه برای فیلم ها؟ چرا؟ به خاطر روابطه. به خاطر چیه؟ آقا سینما که مبناش عرضه و تقاضا است، یعنی شما اگه فیلم نفروشه بازیگری نباشه که مردم بخاطر بلیط بخرن بیان طبیعتاً هضم میشه یه فیلم دو فیلم با روابط. دقیقاً سوال من همینه، میگم که اینکه یک نفری با چنین رزومه‌ای نمیتونه بازی کنه، یک نفر تو همه فیلم‌ها میتونه بازی کنه، این دلیلش چیه به نظرت؟ من الان خدا میدونه کسی هم تو ذهنم نیست، فرد مشخصی تو ذهنم نیست، همین درد دل اهالی سینما رو دارم میبینم. خب این درد دل به نظر من خیلی منطقی نیست. من شنیدم این درد دل رو موسفید کردم. دلیل نمیشه من موسفید کردم، من تحصیل کردم، من نمیدونم وقت گذاشتم تو این سینما، من زحمتکشیدم. خودم همین... آدم پرکاری نبودم، خودم خیلی مثلا حالا بازیگر نبودم که بگم پیشنهادات مختلف داشتم فلان، ولی واقعا میگم اگه کسی لازم باشه بازی کنه خود این سیستم سینما عرضه و تقاضا است. یعنی اگر من فروش داشته باشم، اگه به خاطر من مردم بلیط بخرن بیان و سینما فیلم ببینن، حتما کارگردان دیوانه نیستش بره مثلا یه آدم پرتی رو انتخاب کنه بیاره به منو بذاره کنار، حتما منو میبره فیلم برداری. اگر آقای فلانی رو میبره مثلا سر کار، مثلا پشت سرم 4 تا کار داره و من کار ندارم، حتما بخاطر اینکه خب آقای فلانی محبوب تره، ممکنه یه نقش بگیری باشه. خب این اتفاق دیگه یه نقش میای فیلم های خوبی نقش بگیره. بعد مثلا برای اینجا مثال عرض میکنم، آقای الف که تئاتر کار کرده تحصیلاتش و همون نکاتی که گفتم، این استحقاقو داره که اینجا باشه، ولی میبینیم که مثلا آقای ب انتخاب میشه ولی اون طرف همچین زحمت رو نکشیده. اینو شما خیلی عادی تلقی میکنید. نتیجه رو باید ببینیم چی میشه. نتیجه میشه که یک نقشی که یک نقش خوب رو اون آقایی که زحمت نکشیده میتونه خوب بازی کنه. خب طبعا فضا براش مهیا بوده دیگه که بخواد خودش رو نشون بده. خب اگه فضا مهیا بوده حالا شانس داشته، حالا رابطه داشته، حالا خوش به حالش دیگه. من میگم این رابطه ها میتونه بخش از اون فساد در سینما باشه. رابطه معنی فساد نیست، من اینو بخوام بگم. منم موافقم رابطه بخشی از فساد نیست، ولی میتونه رابطه معنی فساد نیست ولی میتونه بخشی از فساد باشه. اینطور رابطه ها نه نمیتونه به هیچ وجه. یعنی خیلی اتفاقی مثلا میگم فلانی بیا این نقشو بازی کن و فلانی ها شما بشینید کنار و نگاه کنید. کسی فلانی نمیشه بگه بشینید کنار، ممکنه فلانی بیا بازی کن ولی بشینید کنار کسی نمیگه بشین کنار. کارگردان حق انتخاب داره، میتونه انتخاب کنه بگه فلانی من میخوام بازی کنم تو فیلم به هر دلیلی که خودش. پس تمام این اتفاقی که تو سینما میفته یک اتفاقه. نه یک روندی که وجود داره. اتفاق یعنی چی؟ مثلا ببینید من کارگردان میخوام آقای رو انتخاب کنم، شما نمیتونید به من بگی بیا فلانی. الان شما کارشناس ارشد تئاتر هستی، شما ببینید که مثلا یک نفر که مثلا لیسانس مکانیک داره ضمن احترام به تمام توانایی هاش و احتمالا نقشای خوبی که بازی کرده مکانیک جای کسی رو من میخوام هیچ جای کسی رو تنگ نمیکنه. نه اگر من چرا تنگ میشه از موقع جواب نه من خودم خیلی خیلی نقشا بودم میتونستم بازی کنم من نکردم دیگه، ولی من اعتراضی به این قضیه ندارم چون میگم خب باید حتما لابد قسمت من نبوده، لابد اون آدم یا حالا نمیگم استحقاق بیشتری داشته، شانسش بیشتر از خوره. این نگاه جبرگرانه رامین پرچمی خوب تو جای خودش میتونه برای اینکه طرف یه آرامشی به خودش بده خوب باشه، ولی از چیزا واقعیت میتونه کم کنه که مثلا کسی که تحصیلات هنری داره
بشینه کنار با کسی که مثلا حالا رشته مثلا حالا من رشته نمیبرم اسم نمیگم که به کسی بر بخوره رشته خب کمد سازی خونده. چرا اون آدمی که حالا کمد سازی خونده چی میشه که انتخاب میشه اون اینجوری ببین من از شما همین سوال رو میگم شما که تو دل سینما و تلویزیون هستی به نظر چی میشه که کسی که کمد سازی خونده مثلا میاد کار هنری انجام میده برای کسی که من میگم اون کمد سازی خونده اگر بازیگری بلد نباشه اگر استحقاقش نداشته باشه فوقش اصلا پول داده اومده یه فیلمی بازی کرده یه فیلم بازی میکنه حذف میشه چون وقتی خوب بازی نکنه وقتی مردم نمیشه. بذار من یه جور دیگه بگم. من میگم یکی از استعدادش هم داره ولی تلاششو نکرده. ولی یکی از هم استعداد داره و هم تلاش کرده ولی اون اولیه انتخاب میشه. من میخوام بگم که خب چرا انتخاب میشه؟ حتما یه رابطه با کارگردان داره، حتما چه یه قیافه بهتری داره، حتما چه میدونم پول داده. یه چیزی یه ویژگی داره که انتخاب میشه دیگه. خب اینجای نقد داره، جای اینکه حل بشه داره. بس خب خیلی چیزه، بله پیچیده هستش که مثلا جای نقد. بس قبول داری که بعضی فساد میتونه بخشی از فساد بشه. نه، شما حتما رابطه به فساد بشه اسمونی من نه. قبول. اصلا هیچ به فساد ربطی نداره، یا که روندی که به هر حال همیشه همه جا هست، همه چی ما به همه چی اون میاد. و باید قبول کنیم که همچین چیزی هست. نمیتونیم باهاش مبارزه کنیم. باز شما همچین اراده وجود داره که مبارزه بشه باهاش؟ تک تک باید مبارزه بشه دیگه. آره من خودم دارم مبارزه می‌کنم. نه باید یه بحثه اینکه اراده‌ای وجود داره به نظر اراده یعنی که مثلا دولتی؟ هر اراده‌ای، حالا میتونه دولتی باشه، میتونه خصوصی باشه، میتونه نهادها باشه، میتونه NGO ها باشه. اراده‌ای وجود داره که با این نوع حتی رابطه‌ها که باعث میشه که زحمات یه طیف وسیع از هنرمندا به باد بره برخورد بشه، اراده‌ای وجود داره که مقابله بشه. سیستماتیکی وجود نداره. با آقای لبخنده چطور آشنا شدی و چی شد که برای اون نقش که در فیلم در پناه تو بود انتخاب شدی؟ خیلی اتفاقی، مثلا من آقای لبخنده ترم چند دانشگاه بودی؟ من ترم دو سه بودم. ترم دو سه در واقع دو بودم که ترم سه شروع کردم بازیش. آقای زرمان تو دانشگاه که آقا ما اینطوری بازیگر میخوام برای اکستریالی که اصلا اسمش هم نمی‌دونستیم چیه و آساسش هم نمی‌دونستیم، منم مثل خیلی های دیگه رفتیم و تست بازیگری دادم. آقای لبخنده حالا احیانا به هر دلیلی از من خوشش اومد و تست های متعدد گرفت و بعد کم کم تمرین های مختلف زیر نظر آقای دهقان نسب و کم کم نقشه رو به من گفت. نتیجه 6 ماه ما تمرین داشتیم می‌کردیم قبلش که به هنوز معلوم نیست کدوم نقشه اصلا قرار بازی بکنیم یا نه و اینکه کدوم نقشه بازی بکنیم. بعد از 6 ماه معلوم شد کی با کیا هم کلاس بودی اونجا توی دانشگاه. اون بچه که بازی کردن با ایشون هم کلاس نبود. یعنی چرا؟ از با آقای مثلا فرهاد بشارتی که نقشه فرهاد بازیگر هم کلاس بودید. یعنی شما دو تا انتخاب شدید. آقای عطابک نادری هم کلاس بودن. ما سه تا از دانشگاه آزاد در واقع انتخاب شدیم. اون موقع کیومرث مرادی هم بود. اون موقع صحبت از حذفیت زیادی توی فیلمنامه شده. در من بیش از نیمی از در پناتو کلا سانسور شده. من نمیدونم چیه مردم از چیه در پناتو خوششون اومده، کدوم قصه، کدوم هیچ سراتن نداشت قصه. به نظر من که حالا قصه رو خونده بودم، من که بازی کرده بودم، من که حالا اصلی رو داشتم و دیدم و اینا، اصلا فکر نمی‌کنم که مردم دیدم واقعا چی بود و چی فهمیدن ازش. چرا این سریال اینقدر گرفت بابت چیش؟ ما کل قسمت‌های دانشگاهمون مثلا نزدیک 10 12 قسمت بود که یه تئاتر کاملا کامل کردن. 12 قسمت طول می‌کشید تا مریم با رامین ازدواج کنه. تو کلا قاصر تو دو قسمت و همش نابود شد. در پنات و اصلا قسمت مثلا کل زندگی پارسا کلا حذف شد اصلا قصهش و خیلی حیف شد. در پنات به شدت آسیب دید از سانسور. یعنی اگر هنوز که هنوز اون بخشای اصلی در پنات پخش بشه بگم مثلا یک موج دیگه دوباره میتونه بیا فنی پتو با اینکه نزدیک 20 سال ساختن فیلمنامه حذف شد یا نه سکانسی بود که فیلم برداری شده فیلمنامه حذف شد، بخشی فیلمنامه شده بود و حذف شد، یه بخشی تدوین هم شده بود حذف شد. چی شد که حذف میشد؟ سلیقه دیگه. سر این مدیر مثلا عوض میشه، مدیر دیگه به جاش میاد، مثلا میگه آقا از اول ما فیلمنامه رو بخونیم، این قصه هست اصلا کلا سریال نگه داریم. بعد برای اینکه سریال حالا کلا از بین نره میگه آقا باشه این قسمت مثلا فلانی رو حذف میکنیم، حالا اون یکی باشه. بعد مدیر بعدی مثلا میاد، مثلا یادم همون قسمت اول که پخش میشد مثلا دانشگاه، آقای تاجاش فناییان که مدیر برنامه نمایشی بودن، اینا مدیر دانشگاه تهران بودن، حالا یک سمتی به حال داشتن، ایشون اعتراض کردن کجا روابط نمیدونم دانشجوها با هم دیگه اینجوریه، کجا مثلا دختر پسر دانشگاه سینما تا اینقدر با هم دیگه راحت هم فلان فلان. همین حرفا باعث شد که کلا مثلا قسمت های دانشگاه در پرانتو به راحتی سانسور بشه و از بین بره. تمام قسمت هایی که ما به هر چی تو قسمت دانشگاه میگذشت خیلی سریع قیچی شد رفت کنه. بخاطر یه جمله کسی آقا سال تولید در پرانتو 74 73 75. خب اون موقع فضای جامعه من واقعیتش همین بود دیگه، اینقدر راحت ما اول اینقدر نبود. خب بالاخره سینما یک پیشروی داشت، یک موج رو آفرید، یک تغییر رو ایجاد کردش که خب اینقدر شاخص شد. مثلا من یادم اون اولین سریال بود که شروالی ما می‌پوشیدیم، تو تلویزیون شروالی پوشیدن ممنوع بود مثلا. خب روایت دختر پسر اینقدر راحت شد، اولین قصه عاشقانه ای بود که میگذشت بود نبود، ولی خب بالاخره یه جای این هنجارها بود کم کم یه سوال. اون کسایی که اون موقع شلوار لی پوشیدن رو ممنوع کرده بودن، الان از عقاید افکارشون سراغ داری، خبر داری؟ الان والا من یه آقای به اسم پور نجاتی فکر میکنم بودن که اون موقع جزو مخالفان در پناتو بودن، حالا نمیدونم توی تلویزیون میشه سمت داشتن فلان اینا، و خب خیلی از سانسورها احتمالاً زیر نظر ایشون انجام گرفت. الان جزو اصلاح طلبها هستن و
من تو روزنامه بحث آزادی و اینا رو بحث آزادی بیان و مثلا نظر راجع به حالا فارغ از اسمی که الان گفتی افرادی که توی دهه 60 و 70 خیلی فراتر از شهر حتی به مردم فشار می آوردن آقا آستین کوتاه نپوشید اینو نپوشید اونو نپوشید همش ممیزی بود ولی الان یه دفعه تو دهه 80 و 90 شدن مدعی آزادی مردم نظر راجع به اینجور افراد چیه؟ نظر راجع به اینجور افراد اینه که بهتر نظر درباره شون نداشته باشیم چی بگم؟ حرفی نمیشه من حرفامو زدم قبلا چرا این تغییر موضع اتفاق میفته؟ یعنی چه اتفاق حتما میفته؟ لازم بوده دیگه برسه سیاست رو دیگه سیاست رو موقع ایجاب میکرده که حالا جبری باشه همه چیز همه چیز فضا بسته باشه بعضی موضوع ایجاب میکنه که نهاره خود آزادی بریم پلان نهایتا هدف وسیله رو توجیه میکنه ظاهرا تو معتقدی که هدف وسیله باید توجیه کنه؟ من معتقد نیستم ولی اون آقایون که اخلاقش هم معتقدی ها بعد توی کارنامه کاریت هم کار کردن با مسعود کیمیایی هست هم کار کردن با مسعود دهنمکی این دو تا تفاوتی که تو کارگردانا بود رو چطور دیدی؟ دو تا سبک مختلف بودن دو تا نگاه مختلف بود اصلا دو تا تفاوت بود یعنی چطور خب میخوام ببینم که فضاهاشون چطور بود برات هر کدومو اگه بخوای توضیح بدی خب آقای کیمیایی اصلا یکی که خیلی 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 آدم خاصی هستن خیلی فضای خاصی بود موقع فیلم برداری باشه اصلا یکی آرزوهای من دیدن ایشون بود که حالا یه مثلا میرفتم جلوی دوربین داشتم بازی کنم خب خیلی برای من اصلا تا روز آخر فیلم برداری من هنوز هیجان داشتم که جلوی دوربین کیمیایی هستم و خب آقای دینمکی هم به هر حال یه نوع دیگه به خاطر منم آقای دینمکی حالا شاید خیلی مثلا فکر کنم اصلا افکار و قاعده من با آقای دینمکی جور در نمیاد اصلا چه میدونم به منو چه به اخراجی ها فلان ولی اون نقشش رو من نقش تو اون فیلم من دوست داشتم نقش خیلی خوبی بود ضمن اینکه اخراج خب خیلی فیلم پرفروشی بود همین مردمی که حالا آقای دینمکی رو میکوبن همینا رفتن و خب فیلمو دیدن و اخراجی دو تازه از یک پرفروش ترم شد پس نمیشه مثلا محکوم کرد که چرا بازی کردی یا مثلا چطور بود اینا من راضی هستم از انتخابی دارم. اگه برگردیم اون موقع باز همین انتخاب رو انجام میدی یعنی تو الان که اومدی همین مسیر رو طی می‌کنی نه از کدوم انتخاب بعضی کارها هستش خب دوست نداشتم بازی کنم ولی خب حالا به خاطر یا از رو بیکاری بوده یا از به خاطر پولش بوده اینا بازی کردم اگر مثلا شرایط مالی مثلا خوب بود کار رو بازی نمی‌کردم بعضی نکته خوبی اشاره کردی خوانندگی رو هم اثر بیکاری انتخاب کردی خوانندگی رو بله اثر بیکاری نه اثر اتفاق بازم نه واقعا اتفاقی بود یعنی من یکی از یعنی عامل این اتفاق بیکاری بود یا چیز دیگه‌ای بود نه آخه بیکاری که مثلا شما وقتی میشه میخونی که سر کار که نمیری حالا مثلا بخوای سرگرم بشی که کل روند خواند آهنگ خوندن من شاید 3 روز بیشتر وقت من نگرفت ولی خب اتفاق بود من مثلا یعنی کل آهنگ 3 روز زمان برد چت کمتر از تو ضبطش که 1 روز زمان برد دو یه بارم دو بارم تمرین کردم میشه اون نقدی که به هنر بازیگری بود حالا تو عرصه خوانندگی مثلا به رامین پرچمی وارد کرد مثلا رامین پرچمی که باید تو مثلا زمینه بازیگری فعال‌تر باشی حالا یه خواننده بیاد بگه که چرا رامین پرچمی زحمتی که من کشیدم و نکشیده و اومده تو عرصه خواننده آخه مگه چی شد رامین پرچمی آهنگ خونده مثلا چه اتفاقی افتاده چه چیزی از چیزی کم شده کیو مثلا نه خب اگه اینقدر راحته پس دیگران میرن این همه سال مثلا سالار عقیلی باید بره از نوجوانی اون همه زحمت بکشه مثلا حتما میشه سالار عقیلی منم میشم رامین پرچمی دیگه اگر من که سالار عقیلی نیستم حالا من اسم سالار مثلا هر کس دیگری کسی مثلا که مثلا بعضی از خواننده مثلا مطرح نشدن ولی خیلی زحمت کشیدن خب این باعث اذیت اونها نمیشه که خب مثلا من باعث عدم مطرح شدنشون شدم نه 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 این که اگه خواننده اینقدر راحت بشه دیگه اینقدر زحمت میکشن من نمیدونم چه زحمت میشه به نظر من خیلی کار راحتی بود خوانندگی پاپ اصلا کلا زحمتی نداره به نظر من خواننده پاپ یعنی شاید 10 درصد سنتی چطور کلاسیک چطور سنتی فرق میکنه سنتی طبیعیه که تو حداقل با یک صدای خوب شیشتان داشته باشی زمینی که با نوت‌های موسیقی آشنا بشی و بعد دستگاه‌های موسیقی رو بشی ایرانی رو بشناسی و و و و ولی خواننده پاپ به نظر من 10 درصد صدای منطقی و مثلا معقوله خیلی چیزاش برام میگیره به حالا به قیافه به نمیدونم مدیر برنامه به نوع پوششت حتی به عکسایی که میگیری به زمانی که توش میگیری آهنگی که میخونی ترانه‌ای که میخونی خیلی چیزا بستگی داره که شاید خواننده بودن صدا 10 درصدش باشه واقعا بازیگر مورد علاقه رامین پرچمی ایرانی و خسرو شکیبایی طبیعتاً پرویز پرستویی سوسن تسلیمی فاطمه معتمداری ها، هدیه تهرانی خارجی هم که آلپاچینو و دیگه آنجلینا جولی این ها کارگردانه مورد علاقه داخلی و خارجی کارگردان های خارجی تارانتینو قطعا انتخاب اول دوم، سوم، چهارم، پنجم خواهد بود بعد خب اسکورسیزی هستش و خب خیلی دیگه بعد داخلی هم آقای حاتمی‌کیا، آقای کیمیایی، مهرجویی به خصوص بیزایی بعضی فیلم هاش. کار خوب زیاد داری نویسنده هایی که باشون حالا نویسنده که حالا چه باشون کار کردی چه کار نکردی ولی دوستشون داری نویسنده فیلم نامه من بله خب آقای طالب‌زاده که در پنتون نوشتن هنوز که نزدیک شاخص ترین نویسنده های سریال های تلویزیونی هستن که چند تا کار برادران باز کار شاخصی بوده هنوز هم که قلم خیلی خوبی دارن به نظر دیگه
دیگه با نویسنده خب آقای اصغر فرهادی طبعاً فیلمنامه‌نویس خیلی خوبیه و دیگه خانم نیرو فرشی. حالا تو علاقه شخصی چه غذایی رو بیشتر دوست داری؟ من سیب زمینی سرخ کرده. آشپزی کردن رو خودت دوست داری؟ بلدی؟ بله. چه غذایی رو بیشتر؟ هر چی بگیم میتونم درست کنم. هر غذایی رو؟ آشپز قرمه سبزی جا افتاده. بله. من اگه امکانات و لوازم و ابزارش رو داشته باشم هر غذایی بگین رو کتاب آشپزی میشونم جلوم و یه چیزی در میارم که نتونیم نخوریم. بسیار عالی. چرا قرش عدد بگیریم دیگه؟ خواننده های مورد علاقت؟ خواننده های مورد علاقه خب آقای شجریان که انتخاب قطعی من خواهد بود. خود پسرشون همایون هم خیلی خوبه. یه خواننده های دیگه شادمیر عقیلی، ابی کی بگم داخلی ها آقای همین دیگه و یکی هم که نمیگم اسمش بگید خانم گوگوش رو بگید. خیلی خوب. چه نمیخواستی اسمشو بگی؟ گفتم شاید شما مجموعش سانسور کنید. آه خیلی. چی شد که سردبیر مجله نقش آفرینان شدی؟ سردبیر مجله نقش آفرینان خب یه بخشش علاقه شخصی من بود و اینکه من به شدت خواننده پیگیر و حرفه‌ای خیلی از مطبوعات بودم از دوران نوجوانی و جوانی و هنوز که هنوز هستم و ازدواج من با یه خانواده مطبوعاتی باعث شد که خب این امکان برام پیش بیاد که حالا مجوز نشریه سینمایی مثلا بخوایم بگیریم و ایشون رفتن رو گرفتم مجوزش رو بعد خیلی دوست داشتم یه نشریه درباره بازیگری در بیارم که حالا از بازیگران توی تحریرش استفاده کنم که با آقای شریفی‌نیا گفتم برای صرف منیش بیان آقای فراهانی برای نوشتنش آقای کیانیان مثلا خانم لرستانی و کم کم کادر جور شد که حتی 6 7 سال طول کشید تا مجوز رو بگیریم اینا ولی نقش آفرینان خب در اومد و من اگه یه کار هنری خودم رو بخوام ازش به شدت دفاع کنم پاش وایسم و بگم که این ثمره عمر من هستش مثلا همون نقش آفرینان. هدف چی بود از اینکه راه اندازیش کردی و اینقدر پیگیرش شدی؟ من اون کاری که تو بازیگری نتونستم انجام بدم چون انتخاب دست خودم نبود بالاخره توی نقش آفرینان تونستم انجام بدم. تو نقش آفرینان همه چیز دست خودم بود و میتونستم حالا حداقل یک جریان رو ایجاد کنم یک حرکتی بکنم که مال خودم باشه بتونم ازش دفاع کنم. تا چه حد توش موفق بودی؟ تا شماره 34 اش که فکر کنم به شدت موفق بودم. بعدش دیگه خسته شدم و خب دیگه افت کرد خیلی خودم کنار کشیدم و خب طبیعتاً اون انرژی که من می‌ذاشتم بعد دیگران نمی‌تونستن نمی‌خواستم اینا حتی من نمی‌ذاشتم بذارن چون می‌گفتن نه همه کار خودم می‌خوام بکنم ولی نمی‌تونستم بکنم. عملاً مجله افت کرد تا سال 88 یارو به دلیل دیگه تعطیل شد ولی هنوز که منتظرم که شاید بتونم دوباره درش بیارم. بعد با خانم چطور آشنا شدی؟ خبرنگار بود با هم مصاحبه کردم. بعد چقدر تاثیر داشت توی زندگی هنری دیدی ازدواج؟ تو زندگی هنریم تو بازیگریم تاثیر نداشت خب توی بخش اینکه نقش آفرینان بخوام در بیان کار مطبوعاتی بکنم خب به صد دست موثر بود. از فیلسوفای احمق بگو. فیلسوفای احمق یه کاری بود که 3 بار 4 بار تا حالا گفتن که میخواد شروع بشه و عملا شروع نشده و منتفی هیچ. به توضیح میدی اصلا نویسندش کیه؟ آقای سعید چاری نویسنده و کارگردانشه و اولین کاری بود که بعد از حالا اون دوران ممنوع کاری منو بعد اینکه حالا از زندان اومدم بیرون به من پیشنهاد شد و خیلی خوشحال شدم که یه فیلم میتونم بازی کنم که کلی بازیگر داره و حالا کار بعدی هم نیست و اینا. آقای چاری هم من حداقل ازشون متشکرم که خیلی 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 6 7 ماه دنبال من بوده که منو پیدا کنه شماره از من نداشتن و پیگیر بودن که منو چجوری میتونه پیدا کنه و پیدا کرد بالاخره ولی خب متاسفانه کارش چجوری نشد. 2-3 بار اومد تا مرحله کلید خودم پیش رفت ولی خب عملا منتفی شد. رامین پرچمی فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای داره انجام میده. یه دفعه خبر میاد که سال 89 بازداشت شده و دستگیر شده و زندانی شده. چه اتفاقی میفته؟ اون اتفاقی که میفته دیگه گفتم اتفاقه. من خیلی اتفاقی داشتم رد می‌شدم از چهار ولیعصر که حالا محل تجمع و درگیری و اینا بود. منم قاطی مردم شدم و دو تا شعارم دادم و که فیلمم گرفتم و دستگیر شدم. بعد حالا چون رامین پرچمی بودم خیلی باور نمی‌کردن که من اتفاقی داشتم از این قضیه رو در واقع پیش اومده برام و عمدی نداشتم بیام حالا مثلا حتما تو این سازوار شکر کنم. خب نمیشم گفت واقعا حالا عمدی هم نداشتم چون خودم الان فکر میکنم میگم چرا مثلا دست منو سر راسته بودم به دست ولی کلا من یه سوال همین بود از زبون اون کسایی که باور ندارن حرف تو این سواله که یه دفعه رامین دستش دستبند سبز بسته شد یه دفعه رامین شعار داد یه دفعه رامین چی بس نکتهشون اینه میگن خب اگه رامین معتقد به هدفش و راهش بود خب چرا محکم نمیگه من معتقد بودم اگه معتقد نیست پس این حرفا چیه که من خب چی باید بگم الان به نظر یعنی اینکه خب اگر معتقد بودی خب بگو معتقد بودم به این دلایل اگر نه بگی خب من معتقد نبودم و مثلا چه میخوام بگم که آقا موت ببینید من یه بخش خیلی سخت توضیح دادن این یه بخش اگه توضیح ندم خیلی فکر کنم حالا مثلا اگه به اون روزا برگردیم این کارا رو انجام میدی؟ نه.
چرا؟ از ترس یا اینکه واقعا اعتقاد نداری؟ نه دیگه اعتقادم خیلی ندارم راستش. خب چرا؟ من اعتقادی داشتم در طول این دوران زندانی گذروندم خیلی خیلی رنگ باخت. اون چیزایی که دیدم از اون افرادی که مربوط به این حزب و این جریان و این سیستم بودن اینا دیدم خیلی فرقی هم نمی‌کنه. حالا یه مثالی هم ازش نمی‌خوام بزنم. چرا اگه لطف کنی با سر صحبت کنی ممنون میشم. ببینید تو اون سالا ما که حالا من و خیلی های دیگه هم فکرانم حالا دوستانم اینا تصوری داشتیم از اینکه حالا یک جریانی میخواد بیاد یک تحولی ایجاد بکنه و حالا یه تغییراتی بده که حالا آزادی های رو به دست بیاره. سال 88 و جنبش سبز رو من خیلی آدم سیاسی حالا بگیم مثلا پیگیرنا نیستم. من اگه بهتون میگم رأی ندادم باور نمیکنید. من حتی همون سال 88 هم رأی ندادم به کسی. ولی خب بعد که این اعتراضا پیش اومد و فلان اینا طبیعتا با مردم همگام شدم. من خودم اصلا کلا آدم معترضی هستم، از اعتراض خوشم میاد. ولی اینکه حالا حتما رفته باشم مثلا ببینم کجا راهپیمایی کجا چیه برم شلوغش کنم، میدونی مشکل این بود که خود بازوی وزارت اطلاعات و خیلی دیگه فکر میکردن که من عمدن رفتم و طی برنامه قبلی مثلا اومدم یه شلوغکاری بکنم که حالا یا خودم مطرح کنم که مثلا بتونم گرین کارت اون برای بگیرم برم، یا چه میدونم یه جریان رو از پولی از یه جایی گرفتم که حالا جریان رو بنزن جای شلوغکاری بکنم. تا 6 ماه طول کشید که من ثابت کنم آقا اصلا من مثلا بی بی سی بی او ای اینا جاسوس نیستم، مثلا منو چیز نکردن، کسی منو وادار نکرد بر این کارو، من خودم اومدم و خودجوش این کارو کردم. خیلی گشتم تو ایمیل تو فیسبوک توی همه چیز من که یه چیزی از من در بیارن که آقا یه جایی وصل هستم و این اتفاق نیفتاد و باورش نمیشه. خب رامین پشنی به عنوان چهره شاخص یا همجوری یه خیلی بیاد و مثلا دو تا شعار بده و فلان دیگه منظوری داشته باشه، آقا تو چهره مطرحی هستی، تو الگوی تو شعار میدی، چهار نفر دوربر میاد. حالا اینو میخوام بگم که اونقدی که حالا مردم فکر میکنن که من یک آدم معتقده مثلا جنبش سبزی پیگیر شدید بودم اینا، نه من رأی هم نداده بودم نه. ولی خب با اون جریان همراه بودم، بالاخره با اون اعتراض خودم هم صدا بودم و میگم رسما سبزم بستم رفتم اونجا. ولی وقتی افتادم تو زندان و با حالا رهبرای که نمیشه گفت، با افراد شاخص اون جریان مثلا بالاخره مدت‌ها هم نشین شدن، هم سلول بودیم هم بند بودیم، دیدم اون تصوراتی که من داشتم یا خیلی های دیگه داشتن نه اینجوری هم نیست، یا خیلی خیلی تفاوت هست بین اون چیزی که ما فکر میکردیم اینا هستن با اون چیزی که اونا هستن. سیاست پدر مادر نداره یه جوری اینجوری بگم، یعنی نهایتا مردم هستن که قربانی میشن. اینجوری بخوام راحت بگم، حالا یه خود خیلی رک و صریح بگم، اگه اون جریان هم میومد سر کار خیلی وضع ما فرقی نمیکرد با امروز، خیلی فرقی نمیکرد. تو زندان چی دیدی که اینطوری داری صحبت میکنی؟ اون دموکراسی که ازش دهن میزنن رو من ندیدم راستش. مشخصا این کیا بودن؟ اسم بزنی نبرم. چرا؟ اسم ببر. آخه خیلی کم. اگه میخوای برام فکر کنم الان تلویزیون واسه برام میگه پخش نمیکنم. واسه همین ما میخوایم همه چیز صریح باشه. خب همه شما میخواین صریح باشه. ولی خب یه سری ممکنه دست من دلخور بشن. نه اسم خب حرف اعتقاد تو دلخور. البته دلخور بشن. مثلا چی میدونم آقای حمزه کرمی مثلا توی اونجا حالا ایشون حالا یه شخص سیاسی هستن خب برای خودشون و طبیعتاً حالا وجهی دارن فلان، ولی مثلا سر یه دمپایی که مثلا آقا فلانی مثلا پوشیده رفته یه جار و جنجالی راه مینداختن که بیا و بنگر یه آب بازی. مثلا ما بچه خود سر جوون بودیم اونجا، ولی سری حالا سن بالاتر دیگه توی حیات ما جوون ها مثلا اوستون بود، مثلا بطری آب براش با هم آب میپاشین فلان، یه قطره آب الان پاشید به ایشون یه دوستی آقا یک علم شنگه به پا کردن که چه خبر چی و فلان، یا چه میدونم مثلا من یک بنای فرنگی اونجا راه انداختن که مثلا فیلم نمایش بدن، بعد هر هفته بکنم که خیلی سعی طول کشید تا مسئولین زندان رو مجاب کنید آقا مشکلی نمیخوایم بچه ها دورم بشن فیلم ببینن، اشکالی نداره میتونید فیلم ها رو تما تایید کنید، فیلم های تایید شده است فلان فلان. وقت کلان حالا توی چه میدونم بیت العباس اینجا بود توی مسجد مثلا تلویزیون بذاره و فیلم بذاره اشکالی نداره، خلاص مجاب شد کردیم کاری میکردیم. بعد حالا مثلا یه فیلم نفوذی رو من خواستم نشون بدم، فیلم نفوذی درباره یک افرادی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و فلان، امیر جعفری بود. فیلم خیلی خوبی هم هست، خیلی هم سازمان مجاهدین رو نکوبیده است، ربطی هم نداره. آقا نمیدونید شما چه بساطی به این فیلم شما حق ندارید نشون بدید. همون آدمایی که اونجا بود اسم قرار شد که چند تا از اسمشون رو بگی. اسم یادم نیست راستش داریم بود، یعنی شاغزشون فقط حمزه کرمی بود. نه هم حالا فقط حمزه کرمی بود، همین گفتم که فقط هم حق من خدا زنم سر آدمای دیگه. ببین کلی مثلا آقای قاسم شعله سعدی آدم خیلی خوب روشنفکری بود، طبیعتا نماینده مجلس بود، مجلس بود کاندید رئیس جمهور بود، ولی تصوری که من از ایشون داشتم با اون چیزی که من دیدم خب نبود. اون ویژگی‌هایی که من فکر می‌کردم خب من پرسیدم که چیکار کردن که اینقدر، نمیتونم بگم دیگه چیزایی که خیلی دیگه ریز میشه نه ترجمه نکن نگم. ببین همین مخالفتشون با این، ببینید با این نوع نگاه دوگمی که داشتن نسبت به خیلی چیزا برای من عجیبه. آخه نگاه دوگ، آخه اینا که نگاه دوگ دیگه نه، اینا خودشون منتقد دوگماتیسمن. به چی نگاه دوگ داشتن؟ این واسه من سواله. اینکه مثلا شما فیلم نفوذی رو حق ندارین نشون بدید، ببینید که مثلا حتی فیلم قلعه‌دار طلا رو حق ندارین نشون بدید، ببینید که فیلم مثلا اخراجی رو حق ندارین نشون بدید روی اونجا. چرا؟
اصلا ضد جنبش سبز باشه، نباید ببینیم. شاید چهار تا آدم ضد جنبش سبز باشن. اصلا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چه وجاهتی روی مملکت داره مثلا که حالا به خاطرش مثلا چند نفر بیان اعتراض بکنن؟ مگه کسی قبول داره مثلا رجوی و مثلا مجاهدین خلق مثلا کسی قبول داره مگه اونا که حالا به خاطر یه فیلم نشون دادن که چی؟ ولی خب از اون بخش اخلاقی هم مثلا یه آریارو جزء سازمان اعدام گرفت. خب بعد اصلا میخواد این فیلمو نشون ندی، تو لج میکنی باهاش مثلا این فیلمو نشون میدی، بعد یارو فردا اعدام میشه. خب از وجدان برای من میمونه دیگه، این خواسته از تو داشت و مثلا انجام نشد. خیلی پیچیده میشه. من کاش اصلا وارد این سیستم این بازی نمیشد، این کاش چرا قرمز اون موقع گیر نمیشد، سبز میشد من رفته بودم. خب رامین عزیز قبول کن که ما نمیتونیم بابا اون روز تو چرا قرمز بودی، خودت الان داری میگی من تو چرا قرمز نموندم، یعنی واقعا اعتقاد داشتم اومدم توی قضیه ولی ولی کسی مطمئن دیگه بد نبسته بود که خود بسته بودی دیگه. حالا دیگه این سوالی که خودم دارم نکتهش اینه که حالا نکته که مطرح کردی گفتی یک سری دوستام شاید ناراحت بشن اگر من اس ببرم. خب این یعنی چی؟ گفتی که اگر من اس ببرم همون دوستایی که اونجا هستم همونه که ازشون میخوان اس ببرن دیگه ناراحت. ببینید بعضی ها بودن اونجا که اصلا یک ریاکاری از عجیبی رو من اونجا دیدم. اولا اینو بگم یکی که مثلا اصلا بحث میده که بحث جنبش سبز و بحث آزادی و دموکراسی و بحث رفاه مردم و رسیدن به فلان اینا نیست. بحث اینه که اگه از این اتفاق یکی 90 هر کس از این 90 رخ کلاهی به وافه مثلا یارو رفته مثلا عمدن یه کاری کرده چه شلوغ کرده یارو نشون شعار داده فلان که قشنگ خود معرف رفته یه کاری کرده که بگیرنش. آدمای بیامنه بگیر خیلی داشتیم اونجا ما که چی بعدا بتونه پناهندگی آمریکا رو بگیرن پناهندگی رسانه بگیرن. من مثلا 60-70 نفر از بچه‌ای که اونجا بودن رو بعدا دیدم که تو وی او ای توی بی بی سی توی کشور من تو و و و به راحتی پناهندگی گرفتن. یعنی سال 88 یه عده رامین پرچمی داره میگه سال 88 یه عده بودن که عمدی می‌خواستن دستگیر بشن به شدت. خیلی نه تنها یه عده، خیلی ها بودن که عمدن من دستگیر بشن به خاطر مزایایی که داشته. حالا بعضی حالا اسم نمیبرم، بعضی افراد حتی بهشون گفتن بیا شما مثلا یه توبه‌نامه بنویس یا عذرخواهی بنویس فلان مثلا 5 سال حبس تو بمالین بری و آزاد بشی، ولی ایشون اینا قبول نکردن به خاطر اینکه چی بعد از 5 سال حتما یک چه میدونم مسئولیتی می‌خواست یه سمتی توی حکومت بگیره نمیدونم چی، یک حمایت‌های از یه جایی میشه. مثلا چرا از چرا هر هفته مثلا فلان آقا که اسم نمیبرم مثلا باید بتونه کل بند ایوین رو مثلا مرغ پخش کنه و مثلا چقدر مثلا 10-15 میلیون خرج هر شامش میشه؟ از کجا میادیم؟ کدوم آقا؟ یا آقای کدوم؟ هر کسی حالا دیگه اون که دیگه اینجا اونایی که بخوام بدونم چی میواد ایوین خیلی ها بودن هر پنج شنبه یا هر دو هفته بار مثلا کل بند رو شام میدادن. خب این پول از کجا میاد؟ هم نمیدونم برای هم که شام بدن. خب اینو میشه اول خرج خیلی دیگه بکنی که محتاج ترن و اینکه و بعد اینکه خب این از پولش از کجا میاد؟ چرا میاد؟ کی این کارو میکنه؟ نمیگم اسمش نمیگم یا کسی که برادرش قاضی بود که خود مثلا خیلی از آلاوا حکم اعدام داده بهشون. حالا یه بعد روحیه ریاکارانه که دارم میگم مثلا اینکه آقا یک کوچکترین چیز و شروع کاری مثلا شما آقا فلان کسک آقای هدا صابر مثلا به علت ناراحتی قلبی اونجا فوت کردن اونجا من که من بودم خیلی هم آدم خوبی بودن خیلی هم واقعا دوست داشتنی بودن خیلی هم ناراحتی بودن اینکه فوت کردن. وقتی ایشون فوت کرد من همه نشستن که خب آقا چیکار کنیم بیایم در اعتراض به اینکه حالا امکانات به آقای هدا صابر ندادن از روی دارویی و نمیدونم پزشکی و فلان اینا اعتصاب غذا کنیم. ما هم گفتیم باشه بشیم اعتصاب غذا کنیم. خب حالا اعتصاب غذا خوش بکنیم و تر بکنیم. خب اعتصاب غذا خوش بتر دیگه چیه؟ خوش یعنی مثلا هیچی نخوریم، تر مثلا آبم بخوریم یعنیش ما هم شنیدیم اعتصاب غذا وقتی خودت چی نباید بخوری. خب حالا هنوز اعتصاب نکرده، هنوز چیز نشده، یعنی 2-3 ساعت نگذشته. من حالا جوانای دیال بحث خوشگوتر داشتیم میخندیدن فلان که پیدا کنیم. حتی اگه بچه‌ها آقا مثلا تو زندانای دیگه یارو مثلا میره لبشو میدوزه با نخ و سوزن بشقاب میذاره جلوی افسر نگاه میگه آقا اعتصاب غذا کردم هیچ هم نمیخوره تا مثلا از هوش بره. خوشگوتر مسخره باز سوسول بازی ها چیه فلان اینا تو این بحثا بودن که بودیم که گویده دیگه من خب نه ما تقاضا میکنیم که این بچه‌ها بیان اعتصاب غذاشون رو بشکنن به این دلیل به این دلیل. بعد همه اینا بیانیه میشه میره رو سایت که از کجا بیرون میارن نمیارن. آو بعد میاد بیرون بعدن که من دیدم مثلا آره یه تبدیل شد به یه حجمی در مثلا چیزای شبکه‌های اجتماعی که آقا فلانی ها فلانی ها اعتصاب غذا کردن در اعتصاب فلان و بعد فلانی اومد ازشون خواستن اعتصاب بشکنن فلان یه جریانی ساختن که کل این جریان 3 ساعت طول نکشید. خب اینا همش میگن یه جور شلوغ بازی ها و ریاکاریایی که مثلا حالا به یه هدف دیگه داره صورت میگیره که البته تو جامعه تلاطم ایجاد میکنه که مثلا تو جامعه تلاطم حداقل بین خیسایی که مثلا حالا خواننده اون از بیرون نگاه میکنه که آو چه خبره اونجا مثلا اصلا خبری هم نبود. یا خیلی دیگه مثلا میگن روزنامه نگار بودم مثلا میشناختم از قبل مثلا فلان الان مثلا پناهنده مثلا چه میدونم بی بی سی شدم با یک بدبختی و بیچارگی یه کاری میکنه که مثلا فقط یه جوری مثلا نمیدونم با بیانیه دادن های احمقانه و نمیدونم کاری که اصلا من دوست ندارم دیگه من نمیتونم روش صحبت کنم.
خلاصه این روحیه ریاکارانه به شدت در اینها زیاد بود و من تصوری داشتم به هم ریخت. بعد اون تو که مثلا من بودم خیلی هم خب حالا از اسم من تو استفاده یا استفاده هر چی کردم، مثلا خیلی صفحه ها به اسم من ساختن، خیلی جریان ها بر اسم ساختن، بیانی ها از قول من نوشتن فلان، همه هم قبول باش آقا فلانی میگه آقا فلانی بیانی بنویسه در اعتراض به فلان باشه بنویسه امضا میکنی باشه امضا فلان. بعد کم کم این داره تبدیل میشه به بازی، خب که فقط یه سوء استفاده آقا فلانی فلانی که چیزی. حالا اون موقع من گفتم مشکل نداره خانواده مثلا چیزی نمیخواد بیرون، مثلا مشکل نداره مشکل مالی مالفن. نه خیلی ممنون آقا، مثلا مسئله نداره، نه شب یلدا مثلا برای خانواده هم آجیل میفرستادم فلان. بعد که اومدم بیرون خب من کارم از دست داده بودم، پدر مادرم از دست داده بودم، فوت کردم، بعد کلا زندگی به هم ریخته بودی، خب شرط مالی به شدت افتضاحی داشتم خیلی بد. و حالا به یکی از بعد از مدتی رضایت دادن که مثلا به یکی از بچه‌ها که همین گفت آقا کمک مالی کمک مالی فلان اینا، مثلا کمیشن کنم که آقا مثلا چیکار میتونی برام کنی. رفتم پیش یه بزرگان قوم فلان، کل کاری که برای من کرد چی بود، مثلا یک نامه نوشت آقا برو فلان بانک 10 میلیون تومان وام بگیر، وام قرض رسانه که دامه میخواد پیش رو میخواد نمیدونم سفته میخواد همه چیزی که آدم عادی هم مثلا من خود همینجوری میرسه شاید میتونستم بگیرم که نتونستم بگیرم. این کل کاری بود که برای من کردم، مثلا این جنبش سبز و فلان. پیش کی رفتید که آقای مرعشی؟ من ایراد نمیخوام بگیرم به اینکه حالا مثلا چرا طرفی از کسی ندارم، کاری هم کردم به خاطر چیزی کاری نکردم که بخوام مثلا به خاطر اون مثلا بگم آقا چرا دیگه. اعتقادم این بود اومدم من اعتقادم این چیزا و خب حتی من میگم یه حرکت انسانی بود، من انتظارش به من کمک کنه. من یک مشکل دیگری برام پیش اومد بعد از اون. انتظار از کیا؟ از همین دوستان جنبه، همین کسایی که از همبند بودیم با هم دیگه. خب من مثلا توی زندان مثلا با چهار تا خیلی از بچه‌ای که هنوز هنوز در ارتباطم، بچه‌ای سیاسی که جواب بود اصلا رفتم به جنرال سیاسی، این خودم بودم مثلا، حالا به دلیلی افتاده بودم به ارتباط بود اعتقادی هم داشته برای هیچ برنامه از پیش تعیین شده نداشت و هنوزم باهاشون در ارتباطم رفیقم. خب یه مشکلی مثلا یکیشون پیدا یکم پیدا می‌کنه قطعا همه مثلا کمک می‌کنیم، مثلا یه جوری حلش می‌کنیم فلانی، مثلا شهری دانشگاهش نره جمع می‌کنیم می‌دیم. خودم اون بچه‌ها چقدر کمک مالی به خود من کردن، مثلا پول جمع کردن برای مثلا دادن به خیلی کارهای من انجام بده. خب یا سند مثلا، ولی مثلا یک سند 50 میلیونی مثلا چیه که یک آقای مثلا فلان شخص سیاسی نتونه جور کنه؟ البته فکر کنم منظور از مرعشی فرزند آیت‌الله مرعشی نبود، از فامیل های خانم آیت‌الله رفسنجانی مرعشی بودن که منطقه از فامیل های همسر یعنی شوهر قبل از اینکه من خانم فائزه رفسنجانی نبود، از فامیلاشون بوده. بعد اینکه گفتن که قبل از اینکه مثلا من بیام اونجا ایشون اونجا بوده و کل مثلا بند ایوین رو براش ال سی دی خریده، کولر گازی خریده، کل فرش خریده و خیلی وضع مالی خوبی داره برام. یعنی اون موقع یکی از کسی که این کارو انجام میداد ایشون بودش. مثلا انجام داده بود داده بودش. بعد از دوستا و همکارای هنرمندت کسی ملاقاتت اومد یا اینکه پیگیر کسی نمیتونست بیاد؟ خب پیگیر کارت بشن. پیگیر کارم خانم لیا زنگنه خیلی به شدت پیگیر کارم بود، با خواهرم در کسی که در جریان هستن بس خیلی سعی کرد که مثلا یه جوری بالاخره حالا یه عفی بگیره برام، یه جوری حل کنه قضیه رو. و گرچه به نتیجه نرسید تلاششون، ولی خب به هر حال خیلی سعیش کردم، خیلی ازش ممنونم. کله گنده که گفتید میتونست یه سند بذاره برای من و مشکل منو حل کنه، منظور از کله گنده کیه؟ یکی از همین دوستانی که تو زندان بودن دیگه، فرق نمی‌کنه. و چرا این کارو نکرد؟ نمی‌دونم. کوچکترین کاری یعنی مثل آب خوردن بود برایش این کار و نکرد. اگه برگردیم به اون سال، مثلا سال 88 رامین پرچمی دقیقاً چه کاری انجام میده؟ اگه بخواد مثلا نسبت به اتفاقی که داره میفته چه واکنشی خواهد داشت؟ من سعی می‌کنم واکنش نشون بدم. کنار بشم. مثلا خیلی دیگه کنار کشیدم و مشکلم نداشتم، دارن کار می‌کنن الان. و مثلا الان چه گلی به سر من زده شده بعد از این مدت که مثلا حالا رفتم جلو افتاده، حالا اصلا عمدن غیر عمدن هر هرچی به هر یه سال خوردی من حبس کشیدم به خاطر این کار دیگه، حالا اصلا اتفاقی افتاد زندان و هفت سال ممنوع کاری کشیدم براش دیگه، کی برای من چیکار کرده؟ یک جریانی وقتی که حتی به مواد چی میگن به طرفداران خودش اهمیت نده، جریانی وقتی مثلا به کسایی که برای خود نکی میگن زحمت کشیده برای من کاری نکردم، خب ولی اهمیت نده به اون کاری که شده و نادیده بگیره و برعکس و امکانش هم داشته باشه و نکنه، یه جوری آدم چیز میکنه دیگه. اگه میتونستی میرفتی جم؟ من جم نه میبینم. اگه میتونستم میرفتم بی او ای بی بی سی خیلی راحت‌تر میشه برای من، تو خیلی راحت‌تر میشه. چرا؟ به خاطر همین جریان سیاسیم که بودم و رو هوا بار دعوتنامه برام فرستادن. نخواستی که بری؟ خیلی اصرارم کردن که اصلا منو ببرن. من حتی دو بار چهره خوب وی او ای شناخته شدم. در اصل برنامه پارازی تو اینا. من به راحتی میتونستم برم و آمریکا مثلا به خیلی دوستان که حالا رفتن مثلا نه. خب چرا نرفتی؟ خب حالا چرا من اصلا وضعیت اینجا به این شکله؟ حد من مملکت هم دوست دارم به هر حال. با همه به هم ریختگی نابسامانی و همه مخالفتایی که باش دارم، فکر اینکه برم مثلا نتونم یه روزی برگردم ایران اصلا تنها میرزونه. الان در حال حاضر ظاهرا شرایط مالی معقولی وجود داره، ولی خب من فکر کنم اونجا چیز تثبیت شده نیست، یعنی فردا این شبکه جم تعطیل بشه دیگه این دوستان نه راه پس دارن نه راه پیش.
نمیتونن برگردن تو ایران کار کنن، نه اونورم که دیگه خوب وجود این ماورا هم که رو حواس مثلا هیچ سازمان علیتری تثبیت شده، حتی مثلا شب صدای آمریکا یه جایی هست یک چیزی هست شاید بشه که ادامه دار خواهد بود، مثلا از بین نمیره، ولی این شبکه مثلا جیم و فلان مثلا تپش مثلا خیلی آی تی ممکن یهو از بین بره، بعد اون وقت چی میشه دیگه؟ این بازش مجدد سال 92 به خاطر چی بود؟ یه ماجرای دیگری بود که اصلا هیچ رفتی به هیچ نه به من داشت نه به قضیه سیاسی داشت، برای یک سوء تفاهمی بود که خب هفت ماه طول کشید. چون بحث حالا هم مواد مخدر مطرح بودش، هم بحث مال خری مطرح بودش، چیزی اصلا یک بحث مزخرفیه که نمیدونم این سایت رجانیوز را انداخته، خیلی جالبه برای من که اون موقع که من تو زندان اروین بودم شنیده بودم که رجانیوز نوشته که ایشون به علت مواد مخدر توی زندان هستش و اینا، که هم موقع از سایت ها دیگه جواب دادن اگه بخواه مواد مخدر هست زندان های ما تفکیک جرم دارن و شما مثلا وقتی مواد مخدر جرم باشه باید میری قزل سار کرج، نه مثلا اروین 350 اروین. این یک حالا اصلا کاری ندارم. بعد امسال که من رفتم همین دو سه هفته پیش عید قربان برنامه شیدایی شبکه دو فلان همین شایست رجانیوز نوشته آفت فعال فتنه 88 برای چی را دادیم مثلا تلویزیون فلان، من بالاخره فعال فتنه هستم یه مواد مخدرم آقای رجانیوز، یکی از این دو تا من بودم. اون موقع که سیاسی بودن شما گفتین میگه محمود مخدر توه، حالا که اومدم مثلا توی تلویزیون میگن چرا فعال فتنه رو آوردین مثلا توی چیز خودتون تناقض دارین تو کار. اون بحث مال خری نبود، یک اتفاق بود، یک ماشین رو یک از دوستان معامله کرده بود و یک چک پول تقلبی داده بود و من همراهش بودم و خبر نشدم از قضیه و منو چون شهر شاخص بودم پیدا کرده بودم، گفتم فلانی رو پیدا کن بگو کجا سینم، من واقعا از خبر نشدم چون می‌خواستم طلب ازش بگیرم مثلا دوباره شد از من فرار کرد. میشه شب ما طول کشید من نگردشون تا ثابت کنم که واقعا خبر ندارم، ماشین طرف خسارتش من دادم نهایتاً. الان رامین پرچمی 7 8 سال گذشته و این فراز و نشیب های عجیب و غریب رو داشتی، برمیگردیم خودتو بذار کنار، مردم جامعه و حرفایی که اون موقع مطرح شد و قطبندی هایی که به وجود اومد در سال 88 رو داری میبینی، چه توضیحی داری در مورد اتفاقی که سال 88 افتاد؟ خودتو بذار کنار. سال 88 اعتراضی بود به سیستم موجود به نظر من، حالا تقلب شد بهونه بود، پشت آقای موسوی قائم شدن بهونه بود، مردم می‌خواستن اعتراض کنن به وضعیتی آقای احمدی‌نژاد به وجود آورد تو این چند سالی که مثلا رئیس جمهور بوده و کلا تو این چند سالی که مثلا حالا انقلاب شده و خیلی 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 اهدافی که می‌خواستیم برسیم و نرسیدیم. خب این اعتراض بود، حالا یه جای زد بیرون، تقلب شد بهونه است، حالا مثلا چون یا آقای موسوی کروی بالاخره خودش جزء نظام بود. الان رامین پرچمی که زندانی سیاسی بود ازش سوال دارم، میگه تقلب بهونه بوده، یعنی معتقدی که اصلا تقلبی بوده یا نبوده مهم نیست؟ مهم نیستش، بهونه بوده، مردم دنبال یک رای برای اعتراض میگشتن و اعتراض کردن، تقلبی بهونه خیلی خوبه برای اعتراض که حالا دو تا از افراد خود شاخص نظام هم مثلا اومدن و همراه این ور شدن و حالا پشتش را میفتن. مثلا اول راهپیمایی سکوتی که مثلا شد 25 خرداد 88 اون خیلی خوب بود، 3 میلیون نفر تو سکوت مثلا حرکت کردن و هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی بعد کم کم یهو مثلا ندا آقا سلطان پیش اومد، یهو بعد نمیدونم اون از یه زیر پل حافظ که مثلا نیروی نظامی رو زده بودن پیش اومد، عاشورا پیش اومد و اینا، نمیدونم حالا از اتفاقی بود، حالا نیروهای خارجی واقعا دخیل بودن توش، بسیجی‌ها توش دخیل بودن، مردم اشتباه کردن، نمیدونم این اتفاق نباید پیش میومد. به هر حال کسی با خشونت موافق نیست، کسی با دعوای خیابانی موافق نیست، خودمون نمیخواستیم و حالا اینکه از اینجا هدایت شده بوده یا مثلا اتفاقی پیش اومده من نمیدونم واقعا، ولی به اونجا نباید کشیده میشد و اگر حد اعتراض بود و حالا مثلا رسیدگی میشد فلان بد نبود. چه سوالی دوستاشی ازت بپرسم و حالا به هر دلیلی من نشد که ازت بپرسم و خود دوستاشی در مورد صحبت کنه؟ من هیچ توقع خاصی نداشتم. سوال خاصی سوالی که دوست داشتی که در موردش بیشتر صحبت کنی، حرف بزنی؟ دوست داشتم که واقعا نمیدونم، نه هیچ صراحتی که حالا داشتی که حالا از حالا فکر میکنم چون حرف خودتو داشتی میزدی، طیف های مختلف هم نقد داشتی هم نکات داشتی، اگه الان مثلا یه وقت فردا حالا دوستای سینمایی یا جاهای دیگه یه وقت برگردن بهت بگن چرا این حرفو زدی، یه جبه رسانه یاله درست کنم، پشیمون میشی از حرفی که الان زدی عقب میکشی؟ نه من پشیمون نمیشم، معاملات کاری نه از حرفی که زدم از کاری که پشیمون هیچ وقت نمیشه. شاید یک محافظه کاری رو من باید داشته باشم که هیچ وقت نداشتم، شاید یک همسرم میگفت که تو یک صداقت بی رحمانه ای داری، همه چیز رو نباید به اینقدر صریح مثلا بگی، شاید اگه فلان اتفاق میفته و تو نباید مثلا بازگو کنی به رو بیاری فلان، خب همه میدونن داره میگه. من این پنهانکاری دوست ندارم، فکر کنم اگه حتی بدترین اتفاق رو اگه بگی خیلی بهتره تا مثلا اینکه پنهانش کنی، ولی خب این روحیه ریاکاری توی همه ما جا افتادی سال هاست دیگه، مثل اینکه دلیل بگی که ارزش و ویژگی هم شده، اینکه تو ریاکار نیستی مثلا باعث چیز میشه محکومی، اینکه دروغ نمیگی محکومی. الان رو پرچمی داره دروغ میگه؟ من نه.
آخه میگی بهش رسیدم دیگه، پس پروفسور به مرور داره دروغ میگه دیگه. نه دیگه نمیگم دیگه، میگم این اتفاق هست من که بهش نرسیدم، ولی میگم اینجوری شده میسین که کاش اینجوری میتونستم باشه. آخه من دروغ اول رو بگم، دوم و سومی دیگه قاطی میکنم. از یه جایی بعد تصمیم گرفتم که هیچ دروغی هیچ در هیچ زمینه‌ای نگم واقعا، یا هیچی نگم، یا یه چیزی میگم دروغ نگم چون نمیتونم ادامهش بدم، ولی خب این کاش بلد بودم. نظرتون رو بگید از اون لحظه که میدونم. این دوست خیلی خوبه من، این من رو یاد دایچان لاپیو میاندازه، کار انگلیس هست. به امین حیایی خیلی ظلم شد در به خاطر بازی تو این فیلم، خیلی نامردی بود که اینجوری باش برخورد کنه. چرس کنم آلن دلونه را پیر شده. ای وای این روی که دوست این من رو یاد نقش آفرینان دیگه، دوره نقش آفرینان به هم ریختگی های به شدت فجیعی میفکنم. اضافه تر هم شده، اینقدر هم شلوغ نبود، چند تیزن روشتن روش بکنم. اینم عمدی توش نبوده، خیلی اتفاقی اندی، خیلی بچه خوبیه، خیلی خیلی بچه خوبیه. کیمیا علیزاده است این؟ بله باعث افتخاری که همین باعث افتخار. نمیدونم چرا این عکس ها رو اینقدر بد افتادن روی هم، باعث شده همیشه مقایسه شد که قبل از زندان بعد از زندان فلان، نه واقعا هیچ وقت چهره من اینطوری هم نشد، به خاطر زاویه عکسه، خیلی بیش از حد این عکس شاخص شد بی دلیل، نمیدونم چرا. دوست خوبم که خیلی وقت ندیدمش و میبینم شده استاد بزرگ که واقعا از نوجوانی تا الان همراه من هست دیگه صدایش. این از این همین یکی از همین مسخره بازی های داخل زندان که اصلا چرت و پرت عملا مزخرفه، من در یعنی چی نزنی از این کارهای ژورنالیستی نمیدونم بیمزه. اینا هم که دیگه من حرفی گفتن ندارم. دوران بسیار خوبی بود، خیلی خیلی دوران خوبی بود، حیف شد. من باهاش کاری نداشتم، اونم با من کاری نداشته فعلا. از پارسا پیروزفر خبر داری؟ پارسا پیروزفر رو یه ماه پیش دیدم. چی کار بود؟ چرا اینقدر کم کار؟ پارسا که موقع آمریکا شده خب اولا رفته اون ور زندگی میکنه، به خاطر همین کم کار. اصولا همیشه بازیگر پرکاری نبود پارسا، کلا آدم همین چرا اصولا بازیگر آدم خیلی خاصیه که خیلی انتخاب پارسا اون زمان که من دقیقاً یادمه در پناتور رو بازی می‌کردیم، من فیلمش هم دارم، بعد فرصت نداشت فیلم برداری کنم، گفتم پارسا ته آرزوی بازیگری مثلا چیه، گفته چیه بخوام روی مثلا سالن‌های برادری نیویورک و مثلا لندن مثلا روی صحنه تئاترش برم، روی صحنه تئاتر بعدم به آرزوش رسیده، الان دو صحنه تئاتر خارج داره میره، الانم که اومده و فکر کنم تو یه هفته پیشم اجرا توی همین ایران شهر داشت. من متاسفانه نشد اجراش ببینم، ولی خودشو خیلی اتفاقی تو خیابون دیدم، رد شدن توی سر جوری سالن تا یا پارس سالن قرارشو تئاترش بریم ببینیم که دیگه نشد. ولی اینکه کار نمیکنه خب چون موقعی اونوره و خیلی هم آدم پرکار و دنبال رسن سوپر استار شدن اینا نیستش، نبود اینجا. تو مدتی که زندان بودی برنامه‌های زندان چیا بودش؟ اصلا چه جوری بودش فضای اونجا؟ خب یه 6 ماه اول که 4 ماه اول که خب به بازجویی ها و به گیج زدن ها و به حالا نگرانی ها و اینا گذشت. بعد که افتادم حالا من بند 350 تقریبا رو روال افتاد که تقریبا حالا 1 سال حبس دارم و مثلا باید بگذرم اینا، اوین خیلی امکانات زیادی داشت برای اینکه مثلا یه زندانی بتونه چه سرش گرم بشه، از ورزش بگیر تا مثلا آشپزی، که مثلا آشپزی رو اونجا یاد گرفتم، از ظهر مسئول آشپزی تا شب برای گروه خودم غذا میپختم، والیبال بازی میکردیم، کلاس زبان مثلا دوستان میداشتن میرفتن، کتابخونه خیلی مجهز بود خوبی داشت میرفتیم، یه برنامه فرهنگی داشت بودیم که حتی آخرش یه سازم آورده بودیم توی حیات و مثلا اجرا میکردیم برای بچه‌ها و خیلی چیزا داشت بودیم که سرگرم بشی. اوین خیلی هتل بود اصلا، هتل که نمیتونم بگم، ولی نسبت به زندان دیگه که من رفتم مثلا 7 ماه دیگه فشافویه موندم و هیچ چیزی نداشت، یعنی واقعا مزخرفه، نمیدونم چجوری توصیف کنم. یک من حاضر بودم مثلا یک ماه اوین بگذرونم یک روز اونجا نمونم. کجا؟ فشافویه، نگاهتگاه تهران بزرگ، همین که برای مال خری اونه که مثلا میگیم بار دوم 92 فشافویه چجوری بودش وضعیتش؟ بهش افتضاحی، فکر کن شما تو یه اتاقی هستی که مثلا اتاق
با 18 تا تخت 60 نفر مثلا تو اتاق نه چفقا و اینجا جا برای خوابیدن نیستش. از صبح تا شب هیچ کاری هم نداری انجام بدی، هیچ چیزی هیچ امکانی وجود نداره. از 9 صبح باید بری هواخوری توی محوطه 200 متری 300 نفر آدم باید برن بیان 3 ساعت زیر آفتاب و اینا بمونن، بعد دوباره میای نهار، بعد از اون دوباره هواخوری 3 ساعت 4 ساعت، بعد دوباره تو اتاق تا صبح همینطور ادامه. هیچ اتفاق تازه‌ای نمیفته، هیچ چیزی وجود نداره برای اینکه سرگرم بشی. حتی یه ورق روزنامه یه کاغذی یه تلویزیون هستش که تو حال اون ته هستش تو اینقدر دورش جمع شده نمیشه دیدش. و آدم هایی که اصلا هیچ سنخیت خوب با روحیه‌ای من ندارن. زندان فشافیه رو برای کیاس معمولاً چه نوع؟ برای معمولاً همین سارق ها و مالخر ها و اینا میشه. فضاشون خیلی با هم تفاوت داره. خیلی اصلا چون قابل مقایسه نبود. چه مدت اونجا بودی؟ 6 ماه. 6 ماه. بعد آخرش حل شد، تموم شد. آره برای چی چوری مثلا من در واقع قاضی همون مدت حبسش رو به عنوان توی بین بازیگر اگه یکی تفکر دیگه‌ای داشته باشه اینو هضمش میکنن یا نه مثلا خب این که حضش کنن خب کار ناجوانمردانه و غلطیه دیگه، حالا اینکه زورشون برسه و بتونن نتونن حضم دیگه است. حضم میکنن که تفکرهای مختلف بینشون باشه یا نه پس میزنن بازیگر باید حضم کنن، حالا اگه حضم میکنن نمیدونم دقیقش، ولی نه خب قاعدتا باشم چرا نباید حضم کنن؟ اصلا مگه از یک بازیگر میتونه دموکرات نباشه؟ یک بازیگر مگه میتونه مثلا افکار باز نشه باشه؟ یک بازیگر مگه میتونه دوگم بیاندیشه؟ اصلا مگه میشه تو وقتی ما خواهید به عنوان یک بازیگر شخصیت های مختلف بازی کنی، آدم های مختلف بشازی، نمود بدی و اونها رو اصلا نشون بدی به بقیه، مگه میتونی مثلا یه تفکر مشخص رو بسته؟ این که گاهم بازیگر ها جلو همدیگه سفارایی میکنن، حالا به خاطر تفکرهای فرهنگی یا سیاسی که وجود داره، اینو چطور می‌بینی؟ خب درست نیستش قاعدتا، ولی خب پیش میاد همه چیزی که درست نیستش. خب راهی وجود داره به نظرت که دیگه این زمان می‌بره دیگه، باید یه جوری مثل رنسانس اروپا رو از سر بگذرونیم ما که از قرون وسطا بگذریم. بسیار خب رامین عزیز خیلی ممنون از لطفت. ممنون، تشکر.